ادامه میدیم درس زمین شناسی رو با فصل هفتم تحت عنوان سفر آب درون زمین. ببینید، ما فصل قبل در رابطه با آب‌های سطحی صحبت کردیم، گفتیم این آب‌های سطحی حالا به صورت بارش باران، برف یا تگک روی سطح زمین جاری میشن. پس از اینکه سطح زمین جاری شدن به مناطق پستر حرکت میکنن، مقدارش به دریا، دریاچه ها راه پیدا میکنه، اما یه قسمت از این آب درون زمین ذخیره میشه و تشکیل آبهای زیرزمینی یا سفره آب زیرزمینی که بهش آبخان گفته میشه هم این آبخان رو برای من تشکیل میده. پس برای اینکه این آب داخل زمین ذخیره بشه، باید خاک من یک سری ویژگی هایی داشته باشه. در بخش اول این موضوع ما میخواییم ویژگی های خاک رو با هم مورد بررسی قرار بدیم. خاک از ذراتی با اندازه های مختلف تشکیل شده است. اندازه ذرات خاک در ویژگی های آن تأثیر دارد. میزان فضای خالی و چگونگی نفوذ آب در خاک به اندازه ذرات آن بستگی دارد. ببینید، پس این ویژگی های خاک برای ذخیره آب‌های زیرزمینی خیلی برای من مهم هستند. در اصل اندازه ذرات خاک به من کمک می‌کنه که ببینم چه حجمی از آب درون زمین ذخیره میشه. هر خاکی ویژگی‌های مربوط به خودش رو داره. به این تصاویر توجه بکنید. دو نمونه خاک خیلی واضح و مورد استفاده برای شما انتخاب کردیم. خاک ماسه‌ای باش آشنایی دارین، خاک های روسی و خاک برگ که بهش گیاه خاک هم گفته میشه. عمده کار ما در این فصل بررسی ویژگی های این سه گروه از خاک ها هستش. پرسش: کدام رسوب فضای خالی بیشتری دارد؟ دو تا شکل داریم. شکل شماره یک ذرات خاکی رو نشون میده که درشتن و فاصله بین اونها زیاده. شکل شماره دو خاک رو به من نشون میده که ذراتش درشت تا ریز هستن، هر دو مدل رو داره، ولی فاصله بین ذرات خیلی کم هستش. خب مسلمه وقتی من ظرف آب رو داشته باشم داخل رسوب شماره یک بریزم، همه فضای خالی این ظرف از آب پر میشه. فضای خالی داره، این فضای خالی معمولا از هوا پر شده. وقتی که آب درون ظرف میریزم، این هوا جای خودش رو به آب میده. اما ظرف شماره دو فضای خالی زیادی نداره، وقتی من درش آب میریزم آب کمتری رو توی خودش ذخیره میکنه. پس میتونم بگم شکل یک فضای خالی بسیار زیادتری داره. یه کلمه رو با هم تعریف میکنیم: تخلخل. حجم فضای خالی سنگ یا رسوب به حجم کل سنگ. ببینید، هرچه رسوب من یا سنگ من فضای خالی بیشتری داشته باشه، به این سنگ رسوب میگم این جسم متخلخل است، پرحفره است، فضای خالی زیادی داره. یه پرسش: آب از ته کدام ظرف سریع‌تر خارج می‌شود؟ دو تا ظرف دارم. توی یکی از این ظرف‌ها خاک رس ریختم، توی ظرف دومی هم با خاک ماسه‌ای پر شده. می‌خوام ببینم که اگر ظرفی از آب داشته باشم درون این خاک‌ها بریزم، از کدوم ظرف آب با سرعت بیشتری خارج میشه. به تصاویر توجه کنید. آب از درون ظرف ماسه‌ای با سرعت و مقدار بیشتری خارج میشه، برخلاف اون ظرفی که حاوی خاک رست هستش آب کمتری رو از خودش عبور میده. اومدیم گفتیم که خاک ماسه‌ای فضای خالی بیشتری داره. خب آب به راحتی از این فضای خالی عبور میکنه، از ته ظرف خارج میشه. اما خاک رست فضای خالی داشت، خیلی به هم متراکمتر بودن. این تراکم باعث میشه که حجم آب کمتری در مدت زمان بیشتری از ته ظرف خارج بشه. نمیگیم که خاک رس اصلا آب را از خودش عبور نمیده. دارم روی تصویر مشاهده میکنم، منتها به مقدار آب توجه کنید. مقدار آبی که خارج شده از خاک رس خیلی کمتر بوده. پس از خاک ماسه‌ای آب سریع‌تر عبور میکنه و خارج میشه.
پس اینجا میتونم یک تعریف دیگه رو ارائه بدم. نفوذپذیری توانایی عبور یا هدایت آب توسط سنگ یا رسوب است. پس میتونم بگم خاک ماسه‌ای نفوذپذیری بیشتری داره، خاک رس نفوذپذیری کمتری داره، یا به صورت کلی نفوذ ناپذیر. آب رو به راحتی نمیتونه از خودش عبور بده، قدرت هدایت آب کمتری رو داره. یه پرسش دیگه، کدام رسوب نفوذ پذیر و کدام یک نفوذ ناپذیر است؟ دوباره دو تا ظرف دارم، یکی پر شده از خاک رس و دومی با خاک ماسه‌ای پر شده. ظرفای آبم رو روی این خاک ها خالی میکنم، میخوام ببینم که آب از کدوم یکی از ظرف ها سریعتر خارج میشه، یا اصطلاحا اون ظرف یا اون رسوب نفوذ پذیر هستش. ببینید، آب از ظرف ماسه‌ای با قدرت و حجم بیشتری خارج شده، پس این یک خاک نفوذپذیر هستش. چرا؟ فاصله بین ذرات در خاک ماسه‌ای زیاده، آب به راحتی از این فضای خالی عبور میکنه. اما خاک رسی فاصله بین ذراتش کم هستش، اینها به هم فشرده هستن، ارتباط زیادی با هم ندارن، پس آب عبور میکنه ولی انقدر کمه، انقدر زمان بره که میگم خاک رس خاک تقریبا نفوذ ناپذیر هستش. پس خاک ماسه نفوذ پذیر و خاک رس نفوذ ناپذیر هستش. پرسش بعدی، کدام خاک برای کشاورزی مناسب است؟ ببینید، اگه قرار باشه از خاک ماسه‌ای با همین مقدار آب و همین حجم هر دفعه که من زمینم آبیاری میکنم آب از زمین اینجوری خارج بشه، دیگه برای رشد گیاه آب کافی باقی نمیمونه. ظرف دومی خاک رس هستش، آب رو ریختم درون خاک رس، اما خیلی کم عبور میکنه، اینقدر کم عبور میکنه که بهش میگم نفوذ ناپذیر. پس اگر بارندگی اتفاق بیفته یا زمینم رو آبیاری کنم، هر چی که آب دارم روی سطح خاک رسی جمع میشه، آب به لایه های پایین تر نمیرسه، این دفعه گیاه هم اینقدر که کم آبه از بین میره، خشک میشه. پس یک خاک خوب برای کشاورزی باید مخلوط مناسبی از رس، ماسه و گیاهخاک باشه. وقتی من رس و ماسه و گیاهخاک رو به یه نسبت مناسب با هم مخلوط کنم، نه اونقدر آب درون خاک من ذخیره میشه که ریشه گیاه بپوسه، نه اونقدر خاک روی سطح آب باقی میمونه که گیاه من خشک بشه، به ریشه ها آب نرسه، ریشه ها آب دریافت نکنن. پس یک خاک خوب برای کشاورزی خاکیه که مخلوطی از ماسه رس و گیاه خاک باشه. نکته، میزان فضای خالی و نفوذ پذیری در سنگ ها مختلف است. در آبرفت ها تخلخل و نفوذ پذیری زیاد و در رس با وجود فضای خالی زیاد به علت ریزدانه بودن کم است. ببینید، در ابتدای درس ما برای شما تخلخل و نفوذ پذیری رو مطرح کردیم. تخلخل فضای خالی سنگ رسوب بود و نفوذ پذیری قدرت هدایت آب توسط سنگ یا رسوب هستش. اگر ماسه داشتم، متخلخله، نفوذ پذیره، همین یکی از ضررات این خاک به حساب میاد. هر چی آب به داخلش نفوذ میکنه از خودش عبور میده، چیزی رو ذخیره نمیکنه. اما خاک رس متخلخله، آب رو از خودش عبور نمیده، پس نفوذ ناپذیره. اما آبرفت ها به عنوان مثالی که اینجا برای شما مطرح شده، آبرفت ها رو خاک های مناسبی در نظر گرفته. خب این آبرفت چی هستش؟ ببینید، ترکیبی از خاک ماسه، رس و ذرات درشت و ریزتری هستش که توسط رودخونه ها جا به جا میشن. پس برگشتیم به همون اصل خودمون، وقتی من ترکیبی از خاک ماسه و رس داشته باشم، یک کوچولو هم گیاه خاک بهش اضافه کنم، این خاک برای کشاورزی، ذخیره آب، هدایت آب بسیار مناسبتر هستش. یه پرسش، مقدار نفوذ آب به درون زمین را در دو دامنه الف و ب با هم مقایسه کنید. احداث سد در کدام دامنه مورد نیاز است؟ یه شک کشیدیم، یه کوه دو تا دامنه داره، دامنه ب، دامنه الف. توجه کنید، دامنه الف من منتهی میشه به یک دریا یا یک دریاچه. فصل 6 با هم مفصل بحث کردیم، آبی که توی رودخونه وجود داره در اثر پرتو خورشید بخار میشه،
متراکم میشه، ابر رو به وجود میاره، ابر سرد میشه، بارندگی اتفاق میافته. در اثر بارندگی این دامنه الف پوشش گیاهی مطلوبی داره، شما میتونید قشنگ مشاهده کنید. پس امکان ذخیره آب‌های سطحی در درون زمین، یعنی آب سطحی نفوذ کنه داخل خاک، اون پایین سفره آب زیرزمینی رو برای من به وجود بیاره، چنین امکانی برای من در دامنه الف وجود داره. پس دامنه الف امکان ذخیره آب بیشتری رو داره. دامنه ب رو توجه کنید، یک منطقه تقریبا خشکه، دریای دریاچه‌ای رو نمی‌بینم، پوشش گیاهی خیلی کمه یا اصلا میتونم بگم فقیره. در چنین منطقه میزان بارش، بارندگی حالا به صورت‌های مختلف خیلی کمه. پس در این منطقه امکان این که سفره آب زیرزمینی تشکیل بشه خیلی کمه. حالا قراره روی این دوتا دامنه سد بزنم. کجا رو شما انتخاب میکنید برای احداث سد؟ خب دامنه ب. چرا دامنه ب؟ ببینید اینجا انقدر خشک و بدون بارشه که من از کوچکترین آبی که در اینجا وجود داره باید استفاده کنم برای آشامیدن، ذخیره انرژی، کشاورزی. پس حتما باید در دامنه ب یک سد احداث بشه که اون اندک آبی که روی زمین وجود داره رو هم برای من ذخیره کنه. اما در دامنه الف هم میتونم یک سد احداث کنم، منتها هدف اولم از احداث سد میتونه تولید انرژی باشه. من از آب پشت سد استفاده کنم و انرژی الکتریسیته و برق تولید کنم. پس در دو دامنه میتونم سد احداث کنم، منتها هدف متفاوتی رو این سدها به دنبال دارن. نکته افزون بر اندازه ذرات تشکیل دهنده خاک، پوشش گیاهی و شیب زمین نیز در نفوذ آب درون زمین تاثیرگذار است. ببینید ما تو اول این مبحث بیشتر بحث کردیم روی این که من میخوام درون زمین آب رو ذخیره کنم، آبخان به وجود بیاد. مدام بحث کردیم در رابطه با ذرات تشکیل دهنده خاک، خاک‌ها رو معرفی کردیم، ولی میگیم که پوشش گیاهی و شیب زمین هم تاثیرگذاره. توجه کنید، پوشش گیاهی، اندازه ذرات، شیب زمین توی چه عاملی تاثیر داشتن؟ ذخیره آب درون خاک. حالا چه جوری؟ هرچه در منطقه من پوشش گیاهی بیشتر باشه، ریشه گیاهان میتونن آب بیشتری رو ذخیره کنن و در درون زمین قرار بدن، یعنی امکان این که ذخیره آب درون خاک بیشتر بشه وجود داره، سفره آب زیرزمینی تشکیل بشه وجود داره. پس پوشش گیاهی هرچی بیشتر باشه، ذخیره آب درون خاک بیشتر میشه، با هم رابطه مستقیم دارن. اندازه ذرات مثال زدیم، وقتی اندازه ذرات من درشتره، مثل خاک ماسه‌ای، مثل خاک شنی، فاصله این ذرات با هم بیشترن، حجم آب بیشتری رو درون خودشون ذخیره میکنن، پس اینها هم با ذخیره خاک رابطه مستقیم دارن. اما شیب زمین، منطقه رو در نظر بگیرین که شیب بسیار تندی داره، هر چه که بارندگی در سطح این زمین اتفاق میفته امکانی زمان کافی برای نفوذ به درون خاک رو نداره. پس هرچی شیب من تندتر باشه امکان ذخیره آب درون خاک کمتر میشه. برعکس در شیب‌های ملایم در منطقه پست و هموار زمان کافی برای نفوذ آب به درون خاک وجود داره. پس میتونم بگم شیب زمین با ذخیره آب رابطه غیر مستقیم داره، هر چه شیب زمین کمتر بشه ذخیره آب درون خاک بیشتر میشه. ببینید در این فیلم آموزشی ما ویژگی های خاک رو نام بردیم، چند تا مثال زدیم تا ببینیم به چه طریقی میتونیم حجم آب بیشتری رو درون زمین ذخیره کنیم و یک سفره آب زیرزمینی داشته باشیم.